درخواست آیت الله دستقی برای آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی. تا دقیقه دیگر با اخبار سه‌شنبه هفتم تیر ماه 1390 از رسانه سبز ایران رسا با شما خواهیم بود. مهمترین عناوین خبری: آیت الله بیات زنجانی: در اسلام برای محارب و برانداز هم زندان پیش بینی نشده است. بیانیه پایان اعتصاب غذای زندانیان سیاسی بند 350 اوین و دیدار سید محمد خاتمی و برخی شعرا با حمید سبزواری. سلام و شب بخیر میگم خدمت شما بینندگان محترم شبکه رسا با اخبار سه‌شنبه هفتم تیر ماه 1390 از رسانه سبز ایران رسا با شما هستیم. من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان محترم رسا، همچنین یاد شهید دکتر بهشتی و 72 تن از یارانشون رو گرامی می‌داریم. اخبار امشب رو آغاز می‌کنیم با سخنان آیت الله دستقی پیرامون آزادی زندانیان سیاسی. آیت الله دستقی گفت: تقاضاهای به حق مردم در عمل به قانون اساسی را برآورده کنید. بی گزارش حدیث صرف، این مرجع تقلید با اشاره به موضوع ولایت فقیه پرسید: آیا دایره نفوذ ولایت فقیه شامل مسائل شخصی و امور غیر دینی نیز می شود؟ آیت الله دستقیب در ادامه ضمن خیرخواهی و نصیحت به هیئت حاکمه گفت: دو راه در پیش روست. راه اول برآورده ساختن تقاضاهای به حق مردم در عمل به قانون اساسی، آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی، بازگشت به قانون در برگزاری انتخابات و حذف نظارت استصوابی است. به گفته وی، نتیجه این رویکرد رضایتمندی مردم روی کار آمدن افراد صالح به عنوان نماینده مجلس و رئیس جمهور، تقسیم ثروت بین مردم و نظارت مجلس بر امور مملکت است. به علاوه اینکه بسیاری از سپاهیان و بسیجیان نیز راحت می شوند. دروغ‌ها از بین می رود و به تدریج راستی بر سر کار می آید. آیت الله دستقیب همچنین افزوده است: راه دوم این که بر حرف خود اصرار کنند و بگویند هرچه ما می گوییم درست است. نتیجه این روش برخوردهای شدید با مردم است. البته هرچقدر هم که بگویند برخورد شدید می کنیم، باز هم برای مدتی جواب می دهد و راه حل مناسبی برای همیشه نیست. وی در انتها خاطر نشان کرد: همه اغلای عالم و خود آقایان می دانند که روش دوم به ضرر همه هست و هرچه بگذرد وضع را بدتر می کند. هرچه هم بگویند خبری نیست، فقری نیست، اشتغال ایجاد شده، بالاخره معلوم می شود که واقعیت این نیست. آیت الله بیات زنجانی نوشت که در اسلام هم برای محارب و برانداز زندان پیشبینی نشده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله بیات زنجانی، این مرجع تقلید در قم در بیانیه‌ای با تاکید بر آن که زندان پدیده‌ای است که در اسلام در موارد معدودی مجاز دانسته و یا بر آن تاکید شده و در سنت معصومین حتی برای محارب و برانداز هم چنین مجازاتی پیش بینی نشده، خواستار آن شد تا سالروز شهادت امام موسی کاظم به عنوان روز اعلام همنوایی و همدردی با زندانیان مظلوم و بیگناه و خانواده‌های آنان در سراسر عالم اعلام شود. وی در بخشی از این بیانیه خاطر نشان کرد: با کمال تأسف زمانه اجتماعی و سیاسی کنونی شاهد زندانیانی است که به خاطر عقیده سیاسی و اجتماعی خود محبوس و محصور شدند که طبعا این عمل با شیوه حکومت علوی تنافی دارد. پایان اعتصاب قضا به معنای پایان اعتراض به نقض حقوق شهروندی نیست. به گزارش کلمه، 12 زندانی سیاسی اعتصاب کننده در بند 350 اوین با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام پایان اعتصاب قضای خود نوشتند: اکنون ما اعتصاب کنندگان در پاسخ به پیام‌های محبت‌آمیز و ضمن ابراز احترام و تشکر از ایشان
اعلام می‌داریم که شب یک شنبه 5 تیر ماه 1390 به اعتصاب قضای خود پایان داده‌ایم. بدون شک این پایانی بر اعتراض‌های مدنی نسبت به نقض حقوق بشر و مظالم صورت گرفته نخواهد بود و اعتراض مردم سبز ایران تا دستیابی کامل به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی خود ادامه خواهد داشت. آنها ضمن تشکر از خانواده‌های صابر، صحابی و شامخی از همه حامیان این اقدام از جمله آیات و مراجع اعظام دینی و شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، ملی، احزاب و گروه‌ها، فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر، اصحاب رسانه، روزنامه‌نگاران، پزشکان و وکلا سپاسگزاری کرده و اضافه کردند سپاس فراوان خود را از حمایت عملی دوستان عزیزمان در زندان رجایی شهر و اقدامات هموطنان خارج از کشور و خانواده‌های دردمندمان که همواره صبورانه حمایت خیش را از ما دریغ نورزیدند اعلام می‌داریم. سید محمد خاتمی در سالروز میلاد امام علی و روز پدر همراه با جمعی از هنرمندان برای تجلیل از استاد حمید سبزواری در منزل این شاعر انقلاب حاضر شد. به گزارش کلمه رئیس جمهور سابق کشورمان با تاکید بر اینکه ملت ایران همیشه روزهای سختی را پشت سر گذاشته و سربلند از عرصه آزمون‌ها بیرون آمده، آرزو کرد که به زودی شاهد روزهای خوب باشیم. بر اساس این گزارش سهیل محمودی شاعر معاصر با اشاره به خلوص و اعتقاد صادقانه حمید سبزواری به آرمان‌های حقیقی و اصیل انقلاب تأکید کرده که وی در سال‌های اخیر هم با هوشمندی از بعضی جریان‌های بیریشه فاصله گرفت و با نشان دادن مواضع روشن خود دلسوزی و حمایت واقعیش را از اصل انقلاب نشان داد و توانست محبوبیت خود را به عنوان یک شاعر آگاه و انقلابی حفظ کند. یک روز انتخابات، 2 سال بحران، هنوز رأی ها رو نشمرده بودن، بازداشت ها شروع شد. 22 خرداد 88، چهره های مشهور اصلاح طلب فردای انتخابات در زندان بودن. بازداشت ها ادامه داشت و اعتراض سبز ها گسترده تر. دانشجوها و مردم عادی کوچه و خیابان هم به زندان رفتن. شکنجه، تجاوز، قتل. برنامه چهره ها از مبارزان مدنی میگوید که در زندان ها مقاومت میکنند. رنج پس گرفتن رأی و ایستادن در برابر ستم. چهره زندانیان سیاسی در برنامه چهره ها. من فرزانه بزرگور هر هفته با برنامه چهره ها از تلویزیون رسا. در این بخش با خبرهای کوتاه همراه شما هستیم. باری دیگر بر اعتراض خود نسبت به شهادت حال صحابی و هدا صابر تأکید میکنیم. 51 روزنامه‌نگار حامی جنبش سبز در زندان اوین در نامه‌ای خطاب به 12 همبند خود که در اعتراض به شهادت حال صحابی و هدا صابر اعتصاب قضا کرده بودند، دیگر بار روایتگر مرگ حال صحابی و هدا صابر شدند و فضای بند 350 را در واپسین روزهای خرداد پرحادثه روایت کردند. به گزارش کلمه این 51 زندانی نوشتند که رخدادی غریب و حیرت‌زا بود. به عوض مجلس یاد بود و بزرگ داشتی که در محیط آزاد شهر امکان نیافت، به تلخی مجلس ختمی در بند خیش و با حضور همبندیان تلخ‌کام برگزار کردیم. پس از آن صابر و دلیرسانی به اعتراض لب بر تمام دوختند و اظهار نگرانی های مکرر همبندیان حریف بغض گلوی ایشان نشد که نشد. آنها همچنین خطاب به همبندیان اعتصابی خود نوشتند بار دیگر بر شهادت مظلومانه هدا صابر بر اثر بیتوجهی مسئولان شهادت می دهیم و بر اعتراض خود نسبت به شهادت حال صحابی و هدا صابر پافشاری می کنیم. این نامه تاریخ 4 تیر ماه را بر خود دارد و به خاطر مشکلات فراوان امنیتی با تأخیر توسط یاران گمنام جنبش سبز در اوین در اختیار این سایت قرار گرفته است. نماینده سومیرام گفت تغییر مکرر مدیران فرهنگی تحقق اهداف کلان این بخش را به تأخیر انداخته است. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از نبود اعتدال در مدیریت فرهنگی کشور تأکید کرد مدیران هر سازمان باید در زمانی که وضعیت یک حوزه به ثبات نسبی رسیده است تعویض شوند تا اهداف بلند مدت و کلان سازمان ها و نهادهای فرهنگی صدمه نبینند.
بهروز جعفری در گفتگو با خبرنگار خانه ملت تغییرات و تحولات بیپایه و اساس بخش‌های مدیریتی حوزه فرهنگ را عامل رکود این عرصه دانست و گفت مدیریت باثبات می‌تواند اهداف را به طور مستمر پیگیری کند و چالش‌های درگیر هر حوزه را شناسایی و برطرف سازد. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر روز گذشته برگزار شد. به گزارش جرس نرگس محمدی متهم به عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و اجتماع و تبانی به هدف ارتکاب جرائم امنیتی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی می باشد. وی خرداد ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت کلاس‌های جداگانه‌ای برای دانشجویان پسر و دختر سال اول این دانشگاه برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا روستازاد تفکیک جنسیتی را از برنامه‌های وزارت علوم دانست و گفت این دانشگاه برنامه‌هایی را برای آن در نظر گرفته است. وی مدعی شد زمانی که دانشجویان از محیط دبیرستان وارد محیط دانشگاه می‌شوند، شوکی به آنها وارد می شود که این امر موجب می شود که بسیاری از خانواده ها برای حل این مشکل به ما مراجعه کنند. از این رو به منظور عادی سازی محیط دانشگاه برنامه هایی برای دانشجویان سال اول در نظر گرفته شده است. رئیس دانشگاه صنعتی شریف بدون اشاره به این شوک ادامه داد با توجه به فضای دانشگاه و میزان جمعیت دختران و پسران اقدام به جداسازی کلاس های دانشگاه می شود. کامران دانشجو وزیر علوم ایران اسفند ماه سال گذشته از گسترش دانشگاه تک جنسیتی در همه استانها سخن گفته بود. کامران دانشجو گفته بود اگر از دانشگاه تک جنسیتی بیشتر استقبال شد، در آن صورت تعدادی از دانشگاه تبدیل به دانشگاه تک جنسیتی می شوند. به گفته وزیر علوم اختلاط در دانشگاه ها یعنی مناسبات با الگوی غربی که مورد پسند هیچ یک از آحاد ملت، خانواده ها و دانشجویان نیست.